آخرین سخنران جلسه جناب آقای عبدالکریم لایجی هستند، روحان برجسته و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر که به نوعی نیم قرن حضور دارند در حوزه عدالت خواهی. دعوت میکنم از ایشون برای اینکه تشریف بیارند سخنرانی بکنند با موضوع موانع دسترسی عادلانه در حکومت بگیر. سلام عرض میکنم دوستان، خانوم های عزیز و آقایون عزیز. من برای اینکه تنوعی هم باشه میدونم که خب بعد از هم فیلم پرستو که البته من قبلا اون فیلم رو دیدم و هم صحبت های دو دوست عزیز شاید یه مقداری خسته شده باشید. من امروز یه ماجراهایی در حال در این 7-8 ساعت حرکت دو راه برام افتاد که یاد یه خاطره افتادم که حالا بد نیست چون ما هم دیگه آفتاب لب بامیم، این خاطره ها همینجا پیدا نمیشه مگر اینکه اینجوری از طریق تاریخ شفاهی به خصوص که دوستم اتابکی هم اینجا هست که یادداشت کنه. ما وقتی که اومدیم کم کم شروع کردیم این سازمان جامعه حقوق بشر رو تأسیس کردن در پاریس، در برلین، در وین و بعد برنامه‌ای هم گذاشته بودیم یک ماه دو ماه یک بار می‌رفتیم، معمولاً هم ویکند می‌رفتیم چون هممون کار می‌کردیم. اون موقع هنوز حقوق بشر اینقدر در حال توش امتیاز و جایزه و چیزای دیگه نبود، نمی‌خوام پولمیک بکنم. بنابراین ما کار می‌کردیم، در کنار هم کار حقوق بشر می‌کردیم، شب تا نیمه‌های شب و ویکند هم بود برای این برنامه‌ها. بنابراین همیشه ما شنبه ها می‌رفتیم و یک شنبه هم برمیگشتیم. من اون موقع کار می‌کردم، کار حقوقی می‌کردم، مسئولیت یه گروهی هم داشتم در اداره پناهندگی فرانسه. بنابراین مشخص بود که وقتی من شنبه صبح راه افتادم یک شنبه شب بعد برگردم خونه یکی از دوستان بودم در ویان، که الان هم مریض، امیدوارم که از این تله هم در حال به سلامت بیاد بیرون. و برخلاف من آدم فوق‌العاده خونسردی، بیشتر بگم شاید بشناسیدش، به خصوص پیرمردایی مثل من. خب و هی نشست و ما گفتیم آقا بریم دیر میشه. گفت آقا بشین، حالا چه عجله‌ای داری؟ در صرف من با هواپیمای ایرفرانس اومده بودم. ما رسیدیم فرودگاه ویان، دیدیم هواپیمای ایرفرانس رفته. من دیگه شروع کردم تشدد کردن و اخم و فلان. نه اونم خیلی فلان گفت بشین، فکرت نباشه، من درست میکنم. رفت در حال با هواپیمای اتریشی و صحبت کرد و بعد از یکی دو ساعت اومد گفت حالا ساعت 4 مثلا نمیری، ساعت 6 میری. گفتم خیلی خوب، ما در حال بریم. اون موقع هم نه موبایل بود، نه این ایمیل بود، نه این چیزا. صحبت سال ما سال 86 هیچی. در حال ما با هواپیمای اتریشی رفتیم و رسیدیم به فرودگاه ورلی و بعد به خونم. تا رسیدم خونه دیدم تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم دیدم دوستم از وین. گفت برو خدا رو شکر کن که من نجاتت دادم. هم یعنی چی؟ گفت هواپیمای ایرفرانس رو بردن تهران. من فکر کردم شوخی میکنم، گفتم یعنی چی؟ گفت بردن تهران. موقعی بود که روابط بین فرانسه و جمهوری اسلامی خیلی بد بود و دوره کارهای تروریستی و اینها. گفت هواپیمای بردن تهران. حالا باورت نمیشه، تلویزیون نگاه کن. من تلویزیون میشن که هم بگم بله، میگه که هواپیما رو بردن. هواپیما در فرودگاه، اون موقع فرودگاه هنوز مهرآبا بود، امام خمینی نشده بود، نشوندن رو و خب خیلی خوب. امروز هم من تو این مسیری توی اومدم گفتم نکنه باز یه ماجرایی هست، ما پارمون به آمستردام نرسید. خب حالا برگردم به صحبتم دیگه. منتها من از دوستمون رئیس جلسه پرسیدم که وقت چقدره، گفتش که وقت موزه 16 دقیقه 20 دقیقه بیشتر نیست. بنابراین من مجبورم که صحبتم رو خیلی خلاصه کنم و راجع به در حال موانع دادرسی در حکومت مذهبی. چرا این موضوع رو انتخاب کردم؟ برای اینکه حکومت مذهبی اگر اسمش هم جمهوری باشه، جمهوری نیست. برای اینکه یکی از تحلب‌های بزرگی که خب حضرات روحانیون هم درش در حال استادن به عنوان هیله شرعی، یا ما موقع میگفتیم هیله قانونی، آره شده هیله شرعی، چون در قوانین ما هم از این هیله‌های شرعی زیاده، به خاطر همون ماجراهای در حال بعد از انقلاب مشروطیت موقع نوشتن قانون اساسی و بعد قوانین دیگه اونها. خب بنابراین من میگم حکومت دینی که مصداقش جمهوری اسلامی است و
و این حکومت دینی باید بتونید یه رفرانس خارجی بدم، این که هانا آرنت در اثر در حال جاودانیش ریشه های توتالیتاریسم تشریح میکنه که چگونه یک جامعه طبقاتی میره به طرف یک جامعه توده ها. دو تا لغت رو میگه، میگه سوسیته دو کلاس، سوسیته دو مس. مس هم انگلیسی هم فرانسه، یعنی توده ها. و خب نشون میده. و جامعه توده ها چه جامعه‌ایه؟ جامعه‌ای است که یک توده عظیمی، حالا تعدادش چقدره اون دیگه اسم توده ها رو خودتون میتونید مشخص کنید. حالا از روز اومدن خمینی به فرود ایران و تا فرودگاه، از فرودگاه تا گورستان بهشت صحرا بگیرید تا و خب میگوید که و بعد این حکم صادر میکنه. حکم خود یعنی نظر، حکم نیست، خوشبختانه دور نیست. میگه که به عقیده هانا آرنت میگه اگر اطاعت کورکورانه و اطاعت هم نمیگه، میگه اعتماد و شیفتگی توده ها به هیتلر و استالین نبود، با تمام مشکلاتی که اونها داشتن خارجی، داخلی، حزبی، در داخل حزب اینا، اینا هرگز نمیتونستن طی این مدت طولانی به خصوص تمام استالین بر بخش عظیمی از مردمی که بیشتر اونها در حال سکوت پیشه کرده بودن حکومت. این حکمیست که یه نظریست که هانا آرنت میگه. چرا اینجوره؟ به خاطر اینکه در حکومت توده ها، در حکومت مذهبی که توده ها دنبال رهبر هستن، هر چی رهبر بگه اون حکمه، هر چی رهبر بگه اون نه فقط حجت، اون تمام حقیقت، تمام حقیقت، بخشی از حقیقت هم نیست. و این توده و این توده ها در مسیر مبارزه هستند و در مسیر در حال ستیز با دشمن. یعنی یکی از مشخصات حکومت مذهبی که در حکومت مذهبی که من شید میزنم اجای توده ها بگم که مؤمنان در نقیض مؤمنان کافران، این مثلا چیز دیگه نداره. یه چیز دیگه که از کافران هم بدتر ازش منافقه، میگن نفاقا اشد دو ملل کفر. یعنی این وسط یه رفرانس بدم، الان پرستو نیستش ولی صحبتش رو، وقتی که داروش و پروانه فروهر رو کشتن، خب اونایی که اون موقع ایران بودید دیدید، اونایی که مثل من اینجا بودن دیدید جرحال چه واقعا هیجانی جامعه رو گرفته بود. بعد از چند روز اول رفسنجانی و بعد خامنه ای اومدن و شروع کردن به صحبت کردن. خامنه ای گفتش که این آقای فروهر قبلا دوست ما بود. خب اون مدتی که فروهر وزیر کار بود اینا. و بعد دشمن ما شد. نگفت مخالف ما شد. گفت بعد دشمن ما شد. یعنی میخوام بگم این وسط یک خط فاصل وجود نداره. یا دوست یا دشمن، یا خودیه یا غیر خودیه. و حد فارقش هم چیه؟ این اسمش که آیا، یعنی اون چیزی که ما اسمش میذاریم آزادی بیان، آزادی فکر. یعنی وقتی ما میگیم جامعه مؤمنان، یعنی جامعه متعبدان، جامعه کسانی که در هر حال به حکم ولی، به حکم رهبر، به حکم پیشوا، هر چی بخواد اسمش رو بذاریم، اونها ادامه راه اون رو در ستیز با دشمن تمام مبارزه خودشون میدونن. بنابراین این وسط باید سال 50 و سال 60 در اردیبهشت 60 لایحه قصاص منتشر شد تو روزنامه ما، یعنی منظورم جمعیت حقوقداران ایران، برداشتیم یک جزوه فکر میکنم 40-50 صفحه ای بود، شاید یه نسخش رو دوستمون عطابکی داشته باشه اینجا، و تحلیل کردیم که این لایحه قصاص چه فاجعه‌ای برای جامعه ایران به بار داره، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و و و. ظرف 3-4 روزم خب تمام نسخه هاش تمام شد.
خمینی نطق کرد و گفت مخالفت با قانون قصاص یعنی ارتداد. مخالفت با قانون لایحه قصاص یعنی قانون نباشه، لایحه قصاص یعنی ارتداد. خب در همون لایحه قصاص هم یه ماده آورده بودن که من فکر میکنم حتما یادداشتش کردم که عین ماده رو بخونم، چون ما دیگه وقتی مسئله حقوق مطرح میشه و قانون، حتی قانون قصاص سعی میکنیم که عین اون رو بگیم. ماده 226، قتل نفس در صورت موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد. ببینید ما در جمهوری اسلامی هستیم، لایحه قصاص داده، مجلسش اسلامی است، رهبرش اسلامی است، نمیگه که لااقل به موجب قانون مستحق کشتن، میگه شرعاً مستحق کشتن نباشد. شرعاً مستحق کشتن نباشد یعنی چی؟ همه حرفی که خمینی زد موقعی که لایحه قصاص منتشر شد. بنابراین حکومت دینی هیچ گونه مخالفتی رو نوشته گفته نمیپذیره. یکی دوم این که در حکومت دینی و حکومت های ایدئولوژیک، بعد ایدئولوژیک منظورم ایدئولوژیک دوگمی، حالا شاید یه مثالی هم زدم، در حکومت دینی دادگستری، قوه قضاییه، هرچی نه فقط مستقل نیست که مأموریت داره برای از بین بردن دشمن، یعنی رسالتش از بین بردن دشمن. بارها و بارها چه لاریجانی چه این آقای جدیدی که اومده بارها و بارها گفتن ما در اجرای اوامر ولی فقیه هست. وقتی که اینا شروع کردن به اسلامی کردن قوه قضاییه، یادتون هست مجردی که قانون اساسی تصویب شد، خمینی حکم داد دو تا از روحانیون رو، یکی بهشتی یکی موسوی اردبیلی، برخلاف همون قانون اساسی که خودشون تصویب کرده بودن، یکیشون که رئیس دیوان کشور و یکی دادستان کل کشور، و شروع کردن به تصویب قضاوت. خب یادم هست که روزهای چهارشنبه آقای بهشتی که رئیس دیوان عالی کشور بود و رئیس حزب جمهوری اسلامی یک مصاحبه های مطبوعاتی می‌داشت، و در این مصاحبه های مطبوعاتی خطابش همیشه به گروه های سیاسی بود، میگفت بیاید تکلیف خودتون رو با جمهوری اسلامی معلوم بکنید، آیا شما میخواد با ما مبارزه مسلحانه بکنید یا اینکه نه. یعنی منظورش بود که گروه های مسلحانه ما به اونهایش امانه نمیدیم، بنابراین باید بیام و بیعت بکنن دیگه، که به صورت رسمی باید بیعت بکنن. خب یک سال از این تاریخ نگذشته بود که دیدیم در از خرداد 60 به بعد چه کردن، و همون محاربه ای رو که در قانون یعنی لایحه مجازات اسلامی آورده بود اون رو هم به صورت تعریف کردن که محمدی گیلانی، ما موقع ایران بودم، البته مخفی بودم ولی ایران بودم، تمام برنامه رو از تلویزیون نگاه می‌کردم برای توجیه اینکه چیلیپ بچهای 17 18 ساله رو حتی بدون اینکه از اونها بیان هویتشون رو واقعا بخوان بپرسن، اینها رو دست دست اعدام کردن، گفتن که ما در جیب اینها تیغ موکت بری و نمک و فلفل پیدا کردیم، و این هم در حکم سلاح است. این عین عبارتی است که محمدی گیلانی یعنی حاکم شهر بگفت. بعد شروع کردن به این کشتار رو بزن. خب ما از این دهه میگذریم، میرسیم به دهه‌ای که اسمش هست دوران اصلاحات، دوران یعنی یه مقدار آزادی. حالا جلادی هم مثل سعید مرتضوی اونجا هست برای اینکه این روزنامه ها نمیشه برای از دیگری ببنده، ولی در حال یه همچین امیدی به وجود اومده که بله ممکنه از داخل این حکومت، این جمهوری اسلامی هرچی، یه در حال دولتی هم به وجود بیاد، دولتی حالا اسمش قانون باشه، حتی قانون مثلا قصاص یا قانون اساسی جمهوری اسلامی، یه همچین توهماتی وجود داره دیگه. خیلی خوب شروع میکنم به اول کشتارهای مخفی نویسندگان، روشنفکران، میلرهایی‌ها، دیگران و بعد هم داستان در حال قطعهای سیاسی که متاسفانه معروف شده به قطعهای زنجیری. خب
خب هیچ کدوم اینا مبارزه مسلحانه نکرده بودن، هرگز هم نکرده بودن، هیچ کدوم اینها هم به غیر از گفتن نوشتن و حتی اکثر مبارزه حزبی مثل یاروش و فروهر اظهار مخالفتی، اظهار عنادی، اظهار دشمنی با جمهوری اسلامی نکرده بودن. ولی حکومت اسلامی نمیتواند هیچ گونه عقیده مخالف، هیچ گونه دگراندیشی، آزادی فکر، آزادی اندیشه رو نمیتونه، برای که توان رویایی فکری با اون نداره. ولی میدونه اگر یه مقدار عرصه رو باز بگذاره اون از تشکیل رو تحت شعا قرار خواهد. آمین؟ کاری و راهی غیر از سرکوب نداره. این سرکوب یا توسط دادگاه‌های انقلابی، دادگاه‌های انقلاب باید من به دفع قانون بگم، دادگاه‌های انقلاب برقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی. ولی چهار ده هست که هم به حکم خمینی و هم به حکم خامنه‌ای این دادگاه انقلاب این مأموریت دارن، همچنان که دادگاه مسکو اون مأموریت داشت. از بین بردن تمام در حال سران حزب کمونیست، تمام تئوریسین‌ها، تمام. و جالبه که داستانش یک کسی بود که قبلا منشویک بود، بعد حالا شده بود بولشویک. خیلی جالبه. خب یعنی وارد در حال حوزه ولایت شده بود، وارد حوزه در حال دولت حکومت مقتدر استالین شد. خب بنابراین اینه وقتی من میگم که موانع در حکومت دینی یک مانع بیشتر نیست، خود حکومت دینی. یادخواهی چیه؟ ببین من الان دیدم دوست عزیزم منیره برادران عنوان صحبتش بود تجربه های من از دادخواهی، تجربه های من به عنوان حال رئیس جلسه هم گفت خب سن من هم دیگه مشخصه، بله 50 سال هم بیشتره. تجربه های من از دادخواهی در ظرف و مکان هایی تغییر میکنه، چه در دوره شاه چه در دوران جمهوری اسلامی. من اون که دیدم نه دیگه از به جون ماری کردن، گفتم نه دیگه این یکی رو نه، دیگه این یکی رو دیگه نه. یعنی اگر شرایط طوری بود که امروز نسل سدود و نسل سدود آقا در ایران دارن با تمام اصلا موضع نسلی رو شما ببینید، دادگاه نمیره، وکیل انتخاب نمی کنه، میگه وکیلی که لاریجانی بخواد به من بده من معرفی نمی کنم، وقتی هم محکوم میکنن حتی اعتراض هم نمی کنن. میگه به چی اعتراض کنم؟ مرجع تظلمی نیست، کسی نیست. حتی خیلی جالبه اون سالهای اول اصلا چیزی به اسم دادگاه و داستان نبود، همش یه نفر بود، حاکم شهر. تمام محاکمان چند دقیقه بیشتر طول نمیگیشید. من باز تو تجربه هات، من تمام دادگاه انقلاب هم محاکمه دفاع کردم، از اینجا هم باز در پی دفاع هاتیستی به اسم عباس امیر انتظام بودم. این تجربه ها انقدر متعدده که همه راه ها به روم ختم میشه، همه راه ها به این ختم میشه که در حکومت دینی و از مصادیق بارز اون جمهوری اسلامی دادخواهی حتی نمیگم ممتنع، میگم محاله. متشکرم.